ای کاش میشد هر زمان به زمانی دیگر سفر کرد، ای کاش میشد از هر زبان به زبانی دیگر. آیا آغاز این سفر پایان من بود؟ شاید، اما نه. چشم بگشودم آسمان آبی بود و تو گویی که از حادثه جان سالم به در برده بودم. ابتدا با خط هوایی شرق چین به غرب چین پرواز کردم. بعد از سیاحت کوتاه در اونچی با هواپیمای دیگر از ایران پروازم را به سمت کاشغر ادامه دادم. کاشغر، کاشغر و یا به قول چینی ها کاشی، با بیش از 2000 سال قدمت تاریخی به پایتخت جاده ابریشم شهرت دارد. در اواخر قرن دهم میلادی، هنگامی که سلطان صادق بغراخان فرمانروای پادشاهی اویغور اسلام آورد، به تدریج زبان اویغوری الفبای اصیلش را از دست داد و از سال 1987 رسم الخط جدیدی که ترکیبی است از الفبای عربی و پارسی جایگزین آن شده است. در نخستین بامداد ورودم به کاشغر، وقتی که صاحب متل آگاه شد که قصد یافتن ده بلدی را دارم، فوراً مرا با اتومبیل خود به مرکز پلیس برد. در آنجا با نشان دادن مقاله‌ای درباره فعالیت‌های فیلمسازی‌ام و پس از پرداخت مبلغ کمی، گذرنامه موقت 4 روزه‌ای به من داده شد که بعدتر در طول مسیرم به تاشکرگان میبایستی به پست بازرسی بین‌راه نشان می‌دادم. بعد از 6 ساعت سواری در مینیبوس، باور کردم که سرانجام این سفر طولانی به انجام رسیده باشد. اما در عوض من به تاشکرگان رسیده بودم. من آمده بودم که از بین انواع متاعشان تنها به حریر کلامشان دلخوش کنم. میبرم اینو به خود گوگوش نشون میدم. گوگوش؟ بله، من از دوسته گوگوشم. شما؟ بله، تو امریکاست. در گوگوش اینترنت. من آمده بودم که ایران و ایرانی عهد قدیم را در عهدی جدید نظاره کنم. من آمده بودم که در لفظ دریشان را عیاری تازه نهم، مگر نه اینکه هنرمند عکاس محبوبم جناب رضا دقتی با دقتی خاص خود 14 سال پیش مردمان این خطه و روستای بلدیر آمده و گفته بود که مردمان اینجا پارسی را با گویش سعدی و حافظ حرف می‌زنند. زیبو رقص زیبو رو ببین، رقص زیبو، رقص زیبو رو ببین. سکینه جو من تاجیک هستم، نام من عامل جان. من در تاشکرگان زندگی میکنم. در اینجا نوروز جشن میگیرد. امروز نوروز هستیم. با نوروز در اینجا همه کسا با دوستانی بهارد در طرف راست میدیدو اون مبارک بادی میکند که نوروز شما مبارک باشد. سال نو، ماه نو، روز نو، ساعت نو، الله تعالی مبارک گرداند. یک دانه هزار دانه بشمار مبارک شوگون بهار میگوید. قبل از راهی شدن در لابلای کوههای تاشکرگان و جستجوی ده بلدیر، در چند خانواده تاجیک به عید دیدنی رفتم. داخل اکثر خانه ها بسیار آراسته و زیبا می نمود.
مردم تاجیک این مناطق همگی نوروز را به جشن می نشینند، ولی از هفت‌سین ایرانی خبری نیست. در عوض سفره‌ای می گسترند که آن را رنگارنگ می نامند، که در آن انواع نان محلی، شکلات، آب نبات، میوه و حتی گوشت کله و پاچه گوسفند نیز یافت می شود. برخلاف ادعای گزارش بی بی سی فارسی از سفرم، من هیچ عکس و نشانی از دهه بلدیر در دست نداشتم. حتی از طریق موتور جستجوگر گوگل نیز این ده را نیافته بودم. روز و شب در حسرت آن کی نشان سر می شود، هر چه می جویم نشانش می نشان تر می شود. یا یلدنی دوست، یلدنی یلدنی یا لا یلدنی دوست، یا یلدنی دوست، یلدنی یلدنی یا لا یلدنی دوست. جهاد ماران بیشمارند، ماران فاصله تمامی ندارند. ماران فاصله بی فاصله از پی هم می آیند و شیرینی لحظه دیدار را مدام نیش می زنند. آثار باستانی به دست آمده در این منطقه نشان می دهد که مردم این سرزمین از مشرق ایران آمدند. آیا آنان از نوادگان ناصر خسرو قبادیانی هستند؟ یا دیگر پیروان مذهب شیعه اسماعیلی هستند که ایران را برای حفظ جانشان ترک کردند؟ عید شما مبارک. برای شما مبارک. من شنیدم که شما تنها کسی هستید در اینجا که فارسی میدانید، درسته؟ سیده بازند آیک کمتر می دانم. خداوندات سلطان کریمی، تو بسم الله رحمان و رحیمی، منم در بخش بدیگنایم، تو دانی چارهی بختی سیایم، با او نال او زاری زیسرت، زغفلت ماندهیم از روی دولت، فراموش کردم نمی دانم. خوشی خسندی می شود مولانا شاکری مرسین دیدار خود نصیب بکند. شما اسماعیلی هستی؟ مولانا شاه کریم الحسینی رهبر و امام فعلی اسماعیلی هاست که در نزدیکی پاریس زندگی می کند. پرسی را فراموش کردم. چی درس میدی؟ خنیو. خنیو درس میدی. پارسی میدانی یا نمیدانی؟ نمیدن. فارسی نمیدانی؟ فارسی درست نمیدن. اینا بچه های کلاس تو هست؟ بچه های غرفه رفتید. بچه های کلاس شما؟ بگو خداحافظ. میتونی بگی خداحافظ؟ چه کسی میداند که در کجاهای دیگر این کره خاکی آبی هر لحظه و هر دم زبان و کلامی دیگر را سر زیر آب میکنند؟